سر خط خبرها. واکنش نایب رئیس مجلس ایران به ادعای شکنجه یک فعال کارگری. علی مطهری میگوید وزارت اطلاعات باید پاسخگو باشد. طرح حذف 4-0 از پول ملی ایران، بانک مرکزی لایحه را به هیئت دولت داد. جدایی کلیسای ارتدوکس اوکراین از روسیه، پوتین میگوید ممکن است خون بپاشود. و ستارگان سینما در لس آنجلس، چشم‌ها به جوایز گلدن گلوب است. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. برنامه رو با خبری از افغانستان شروع می‌کنیم که دقایقی پیش به دست ما رسید، جایی که فرو ریختن یک تونل در کنار یک معدن طلا باعث کشته شدن بیش از 30 نفر شده. 13 نفر دیگر هم زخمی شدند. حادثه در ولسوالی کوهستان در ولایت بدخشان رخ داده. به گفته مقام‌های محلی، افراد این تونل رو در کنار معدن حفر کرده بودند تا طلا استخراج کنند. رئیس جمهوری افغانستان دستور داده برای نجات آنها که زیر آوار موندن به سرعت اقدام بشه. بشیر پیمان خبرنگار ما از کابل با ماست. بشیر، چی بیشتر میدونیم از این حادثه؟ بله، جزئیات تازه در مورد حادثه بدخشان اینه که با اقدام کردن مردم محل و نیروهای پلیس که در محل بودند، تمام قربانی ها به شمول زخمی ها و اجساد از زیر آوار این تونل که فرو ریخته و یا خندقی که فرو ریخته به گفته مقام های محلی بیرون آورده شدند و حادثه درست زمان اتفاق افتاده که کارگران معدن بگیم یا به اصطلاح زرشوها که در محل به نام زرشو یاد میشن، اینا مصروف کار در داخل خندق و یا تونل بودند. مقام ها میگن که به دلیل ریزش برف سنگین روی اون خندق و یا تونل نشست کرده تونل و کارگرها همه در کام این خندق و یا تونل فرو رفتند. جزئیات تازه اینه که مردم محل در ابتدای اون مرحله اول پس از اینکه حادثه اتفاق میفته اقدام میکنن، 13 نفر که آنها زخمی هستند اونا را بیرون میارن. بعد از آن مردم محل و نیروهای بیشتر به محل میرسه و تمام 31 نفری که زیر خاک مانده بودن، زیر آوار مانده بودن و کشته شده بودن، اونا را هم از زیر آوار بیرون میارن. تا حال جزئیات همی هست و اما دلیل این که این حادثه اتفاق میفته استخراج و کار به گونه غیر قانونی در معادن افغانستان است که گهگاه قربانی میگیره. این حادثه دقیقا در کنار رودخانه که اونجا بیشتر مردم و به خصوص زرشوها مصروف کار هستند و مصروف جستجوی طلا در بین ماسه هستند اتفاق افتاده. ممنونم ازت بشیر پیمان از کابل با ما. نایب رئیس مجلس ایران میگوید وزارت اطلاعات باید درباره ادعاهای اسماعیل بخشی درباره شکنجه در زندان توضیح دهد. علی مطهری گفته اگر ادعاهای آقای بخشی درست باشد، وزارت اطلاعات باید بگوید بر اساس کدام قانون با او چنین رفتاری شده. اسماعیل بخشی از اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است. او در پی اعتصاب و اعتراضات این کارگران بازداشت شد و حدود یک ماه زندانی بود. آقای بخشی گفته در دوران بازداشت به شدت شکنجه شده. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته اگر آقای بخشی شکایت کند، دادستان به این موضوع رسیدگی می‌کند. نیکی محجوب همکارم این خبر رو دنبال کرده. نیکی، چی بیشتر می‌دونیم الان از وضعیت پرونده آقای بخشی؟ گفته آقای اژه‌ای گفته که اگر وزارت اطلاعات تخلفی ببینه به دستگاه قضایی اعلام میکنه. مشکلی که وجود داره و نگرانی که فعالای کارگری دارن اینه که
عموماً تا به حال قوه قضاییه حاضر نشده بپذیره که بحثی مثل شکنجه برای زندانیان رخ میده و بارها وقتی زندانیان اومدن این موضوع رو مطرح کردن عملاً در یک مرحله این موضوع رها شده. حالا اما اتفاقی که افتاده خب واکنش ها از نهادهای مختلف بوده. خب قوه قضاییه امروز واکنش نشون داده، هنوز وزارت اطلاعات واکنشی نشون نداده، مجلس واکنش داشته، نمایندهای مختلف مجلس واکنش داشتن، از جمله رئیس فراکسیون امید هم واکنش نشون داده، خواستار شفاف سازی شده، تشکلهای مختلف دانشجویی خواستن یه مناظره داشته باشن و از وزیر اطلاعات دعوت کردن. با همه این مباحثی که شده، استاندار خوزستان هنوز تاکید داره که هیچ شکنجه‌ای رخ نداده و میگه با مسئولانی که زیر ربط این پرونده هستن صحبت کرده و اونها وجود هر نوع شکنجه‌ای رو تکذیب میکنن. تا آقای مطهری هم تو همین حرفاش گفته اگر درست باشه باید رسیدگی بشه، اما از وضعیت بقیه بازداشتی‌های هفته پیش میدونی؟ ببین یکی از بازداشتی‌ها خانم سپیده قلیان بود، فعال اجتماعی. من در گفتگویی که با یکی از نزدیکانش داشتم که خب قاعدتاً نمیخواد فاش بشه هویتش، چیزی که عنوان میکنه میگه خانم قلیان در 27 آبان بازداشت میشه همراه با یه تعداد دیگری از کارگران نیشکر هفت‌تپه. از زمان بازداشتشون اینها رو در یک مکانی که به نظر میرسیده بخش امنیتی نیروی انتظامی باشه اما مطمئن نیستن، در اونجا نگهداری میکنن، ضرب و شتم میشه خانم قلیان، به شدت و شدیداً بهش توهین‌های جنسی میشه و حتی در بخشی از این توهین‌ها آقای بخشی میاد جلوی این توهین‌ها رو بگیره که آقای بخشی رو ضرب و شتم میکنن. وقتی اینها رو داشتن منتقل میکردن به اداره اطلاعات به گفته این فرد، اونجا هم خانم قلیان و دیگر کارگران رو در ون میزنن به حدی که خانم قلیان فکر میکرده گردنش شکسته. خانم قلیان رو با کابل به کف پاهاش میزنن، به دستاش میزنن، با باتون بهش میزنن، در این حال هم تهدیدش میکنن که ممکن هستش با توجه به فضا سازی که میکنن بیرون از زندان به قتل برسه. از اتفاقات دیگه‌ای که این فرد میگه برای خانم قلیان افتاده، انتقال خانم قلیان از اون بندی که بوده به بند زندانیانی بوده که گفته میشه وابسته بودن به داعش و اونجا بازداشت بودن. به اون زندانیان گفته میشه که خانم قلیان کمونیسته و خدا رو قبول نداره و نجس هستش. این تصور بوده که خب حتما یک درگیری ایجاد میشه، ولی مثل اینکه این درگیری ایجاد نشده و اون زندانیان هم گفتن که حاضر هستن بیان و شهادت بدن که آثار کبودی ها و ضرب و شتمی رو که دیدن، ضرب و جرحی رو که دیدن بر خانم قلیان در دادگاه بیان و اعلام بکنن. خیلی ممنونم از زهد نیکی محجوب همکارم. ناجل فراج سیاستمدار بریتانیایی رهبر حزب کارگر را متهم کرده که از حکومت ایران حمایت می‌کند. آقای فراج گفته جرمی کوربین در برابر عملکرد و سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی از جمله در زمینه نقض حقوق بشر سکوت کرده. به گفته آقای فراج جرمی کوربین چند سال پیش به خاطر اجرای چند برنامه در پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان متعلق به حکومت ایران 20,000 پوند دریافت کرده بود. آقای کوربین پیشتر گفته بود بعد از اعتراضات سال 88 همکاری با پرس تیوی را قطع کرده. به گفته دادستانی تهران، مدیرعامل مؤسسه مالی سامن الحجج به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده. بر اساس این حکم، ابوالفضل میرعلی به خاطر تخلفات مالی از خدمات دولتی هم محروم شده. سامن الحجج از بزرگترین مؤسسات مالی بود که در آن حدود 12,000 میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفت. این مؤسسه حالا ورشکسته است و تعهدات آن با تضمین بانک مرکزی به بانک پارسیان واگذار شده. پیشتر روزنامه شرق مؤسسه سامن الحجج را متهم کرده بود که 10 میلیارد تومان به شخصیت‌های پرنفوذ سیاسی و هنری پرداخته. داستان تهران میگوید دریافت کنندگان رانت واردات کاغذ 180 میلیون دلار ارز دریافت کرده بودند. به گفته عباس جعفری دولت آبادی این رقم 6 برابر رقمی است که پیشتر اعلام شده بود. داستان تهران میگوید متهم اصلی که در رسانه ها سلطان کاغذ نام گرفته تحت بازجویی است. او گفته 8 نفر دیگر هم در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند. در ایران رئیس بانک مرکزی گفته لایحه حذف 4-0 از پول ملی به دولت فرستاده شده. عبدالناصر همتی گفته امیدوار است این لایحه هر چه زودتر به سرانجام برسد. پیشتر در دوره ریاست ولی الله سیف بر بانک مرکزی حذف 0 از پول ملی مطرح شده بود.
آرش آذرمی کارشناس اقتصاد سیاسی ایران از ازمیر با ماست. آقای آذرمی، چقدر میتونه مؤثر باشه حذف صفر از پول ملی ایران روی اقتصاد؟ ببینید، همونطور که گفتید حذف صفر از پول ملی سابقه طولانی داره، چندین سال هست که صحبت میشه. حتی سال گذشته مجلس دولت مصوب کرد که واحد پول ملی از ریال به تومان در واقع تغییر پیدا کنه، یعنی یک صفر حذف بشه، که نهایتاً در مجلس مصوب نشد. این موضوع خب در دنیا هم سابقه زیادی داره. یک سیاست هست از مجموعه سیاست‌هایی که باید در واقع اجرا بشه برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی. ما سابقه این رو در کشورهای در حال توسعه در چند دهه اخیر زیاد می‌بینیم. منتها این سیاست به تنهایی شاید کافی نباشه، چون فقط این سیاست ارزش پول اسمی رو بالا خواهد برد و اگر همزمان نباشه با اصلاحات ساختاری و مسائلی مانند استقلال بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی در ایران که موضوع اصلی هست، عملاً به نتیجه خاصی نخواهد رسید. چطور باید این اصلاح نظام بانکی صورت بگیره تا حذف صفر مؤثر باشه؟ در صحبت‌های خود آقای همتی هم به این اشاره شده که اصلاح نظام بانکی باید صورت بگیره. این موضوع هم مانند بسیاری موارد دیگه سالهاست در اقتصاد ایران مطرح میشه، توسط رؤسای مختلف بانک مرکزی گفته شده، منتها در عمل برخورد با اون برخورد بسیار سنگینی خواهد بود، چون سهامداران بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی، در همین خبر قبلی شما بود، ما دیدیم با همچی فسادی برخوردی که میشه در حد 15 سال زندان هست، در حالی که افرادی رو با مبالغ خیلی کمتر از این ما دیدیم به اعدام محکوم کردن. برخورد با این بانک‌های خصوصی که وضعیت بسیار بدی دارن، یعنی دارایی‌های سمی دارن، مطالبات معوقه بسیار بالا دارن، نیاز به یک در واقع سیاست اصلاحی بسیار بزرگ داره که شاید سرمایه اجتماعی اون مهیا نیست. یعنی عملاً این سیاست شاید در کشورهای مختلف بیش از 10% GDP هزینه داشته با توجه به تجربیاتی که در جهان وجود داره، و الان با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران بسیار بعید هست که این انجام بشه. آیا اگر که فقط حذف صفر انجام بگیره بدون اقدامات دیگه که شما بهش اشاره کردید، ممکنه حتی تاثیر منفی داشته باشه؟ تأثیر منفی نخواهد داشت، حداقل یه آسانی در مبادلات ایجاد میکنه. ما میبینیم که عملاً الان لفظ روزمره دیگر کسی از ریال استفاده نمیکنه. همین عدد نقدینگی 1700 هزار میلیارد تومانی بیان کردنش مشکل هست. بنابراین حداقل تسهیل میکنه مبادلات رو، ثبت مسائل رو، هرچند جایگزینی اسکناس‌های جدید و در واقع جمع‌آوری اسکناس‌های قدیمی، اون خودش هم پروسه مفصلی هست. هزینه زیادی هم خواهد داشت، درسته؟ دقیقاً هزینه زا هست و بنابراین شاید اگر بدون سایر سیاست‌ها باشه، هزینه فایده این تر چندان اون رو توجیه نکنه. ممنونم ازتون، آرش آذرمی، کارشناس مسائل اقتصادی. به نیمه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، میگوید وزارت اطلاعات باید درباره ادعای شکنجه اسماعیل بخشی، عضو سندیکای کارگران شرکت هفت‌تپه، پاسخگو باشد. بانک مرکزی ایران لایحه حذف 4-0 از پول ملی را به هیئت دولت فرستاد. در ادامه برنامه، ستارگان سینما در لس آنجلس چشمایشان به جوایز گلدن گلوب. کلیسای ارتدوکس اوکراین استقلالش را از کلیسای ارتدوکس روسیه جشن گرفته. دیروز در استانبول سراسقف جهانی قسطنطنیه با امضای فرمانی جدایی کلیسای اوکراین را پایان یک بی‌عدالتی چند ساله توصیف کرد. کسرا ناجی در گزارشش میگوید انشعاب کلیسای ارتدوکس بعد از تقریبا 700 سال تنش بین روسیه و اوکراین را ممکن است افزایش دهد. مراسم امروز در کلیسای بزرگ سن جورج در قسمت اروپایی استانبول، جشن استقلال کلیسای اوکراین در بزرگترین انشاب در مسیحیت در چند صد سال اخیر. جدایی از کلیسای ارتدوکس روسیه به دنبال بالا گرفتن تنش بین روسیه و اوکراین در سالهای اخیر، جدایی که رئیس جمهور روسیه هشدار داده ممکن است به خونریزی منجر شود.
این لحظه‌ای که دیروز اینجا در استانبول کلیسای ارتدوکس با این فرمان یا توماس منشعب شد با امضای سر اسقف بزرگ قسطنطنیه، لحظه‌ای تاریخی در دنیای مسیحیت. انشعابی در میان 300 میلیون نفر پیروان کلیسای ارتدوکس در جهان که به گفته سر اسقف بزرگ قسطنطنیه به یک بی‌عدالتی بزرگ چند صد ساله خاتمه داد، به کنترل کلیسای ارتدوکس روسیه بر کلیسای اوکراین. لحظه بزرگ برای اوکراین، یک پیروزی بزرگ و نادر برای رئیس جمهوری این کشور پترو پروشنکو در دعوا و جنگش با روسیه. او اینجا از مشیت الهی صحبت کرد و به شهامت سر اسقف بزرگ قسطنطنیه بارتوملوی اول تبریک گفت و از او خواست برای مردم اوکراین دعا کند. این انشاب کلیسای ارتدوکس روسیه را خشمگین کرده با تقریبا 150 میلیون پیروانش. و این مراسم امروز در کنار بوسفور، مراسم نجات کلیسا از آب‌های متلاطم منطقه. حالا خیلی از مسیحیان ارتدوکس باید بین دو کلیسا یکی را انتخاب کنند. تحولی تازه که تنش رو در منطقه بین روسیه و اوکراین باز هم افزایش خواهد داد. کسرانجی بی بی سی. ارتش برزیل به منطقه‌ای در شمال شرق کشور اعزام شده تا آشوبی را که از دو روز پیش آغاز شده بود مهار کند. حملات گروه‌های تبهکار به بانک‌ها، اتوبوس‌ها و فروشگاه‌ها باعث ترس و وحشت مردم در شهر فورتالیزا شده. این اولین آزمون مهم جائر بولسوناروس که هفته پیش بر صندلی ریاست جمهوری نشست. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. برای اینکه ببینید منطقه سیارا در برزیل چه وضعیتی دارد، به این ویدیو نگاه کنید. عده‌ای ناشناس به یک پمپ بنزین حمله می‌برند و آن را به آتش می‌کشند. در نقطه دیگر گروه‌های تبهکار یک اتوبوس را منفجر می‌کنند و پلیس محلی ناتوان از مهار آشوب‌ها. این نارامی‌های خشونت‌بار چند روز پس از روی کار آمدن دولت جدید جایر بولسونارو رخ می‌دهند. مردی که با وعده مشت آهنین در برابر قانون شکنی و شدت عمل در مقابل تبهکاران به روی کار آمد. کانون این نارامی‌ها در شمال شرقی برزیل است، به دور از مراکز سیاسی در پایتخت برزیلیا و در ریو دو ژانیرو. این ویرانی‌های برجامانده از نارامی‌های دو شب گذشته است. و این هم واکنش جایر بولسونارو که نیروهای مسلح برزیل را برای کمک به پلیس محلی به منطقه اعزام کرد. اولین آزمون یک دولت امنیت محور به یک ناامنی بزرگ. این نارامی‌ها نتیجه اتحاد سه گروه تبهکار برزیلی است که عزم خود را جذب کردند تا دولت مرکزی جدید را به عقب نشینی وادارند. عقب نشینی از چه؟ دولت اخیراً مقررات سختگیرانه‌ای برای زندان‌های برزیل وضع کرد که بر اساس آن مثلا زندانی‌ها حق ندارند موبایل داشته باشند یا بر طبق تعلقشان به گروه‌های تبهکار در بندهای جداگانه نگهداری می‌شوند. خشم رهبران زندانی از این مقررات باعث شد آنها به هواداران خود در سیرا دستور دهند که شهر را به آتش بکشند. برزیل بعد از چین و آمریکا بزرگترین جمعیت زندانی جهان را دارد. 750 هزار نفر در زندان‌های برزیل حبس هستند. زندان‌هایی که همواره شاهد طغیان مرگبار زندانی‌ها و ورود نیروهای نظامی برای مهار اوضاع است. یک انبار باروت برای دولت دست راستی برزیل که با شعار فرو نشاندن آتش ناامنی قدرت را به دست گرفت. سیاوش اردلان، بی بی سی. با خبر کوتاه، پلیس پاکستان میگوید درگیری دو گروه مذهبی برای به دست گرفتن کنترل مسجدی در کراچی دست کم یک کشته و سه زخمی به جا گذاشته. یک دادگاه محلی مجوز مدیریت مسجد محله محمود آباد را به گروه دیوبندی داده بود. پلیس میگوید شبانه 200 نفر از مخالفان این تصمیم به مسجد حمله کردند. به گفته پلیس اوضاع در حال حاضر تحت کنترل است. یک زن عربستانی که می‌خواست برای فرار از دست خانواده‌اش از راه تایلند به استرالیا برود، در فرودگاه بانکوک متوقف شد.
مقامات تایلندی پاسپورت این زن را ضبط کرده و مانع از ادامه سفر او شدند. رحف محمد قنون میگوید از دین اسلام خارج شده و اگر به عربستان برگردد خانواده‌اش او را میکشند. دو سال پیش هم زنی دیگر که میخواست به استرالیا پناهنده شود در فیلیپین دستگیر و به عربستان بازگردانده شد. گفته میشود او هنوز در حبس است. ستارگان سینما برای مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب امشب در لس آنجلس جمع می شوند. این مراسم را هر سال انجمن مطبوعات خارجی در هالیوود برگزار می کند و برندگان با رأی اعضای این انجمن انتخاب می شوند. خبرنگار ما بهمن کربوسی از لس آنجلس گزارش می دهد. هالیوود به سرعت در حال آماده شدن برای فصل اهدای جوایز بهترین های سینما در سال گذشته. از پهن شدن فرش قرمز یکی از اصلی ترین گرد همایی های ستارگان در این فصل معروف به گلدن گلوب تا ضیافت های متعددی که در لس آنجلس در آستانه مراسم گلدن گلوب برگزار می شود. فیلم معاون در مورد زندگی دیک چینی، معاون رئیس جمهوری در زمان جورج بوش پسر که در آن از او مردی فاسد که نقش کلیدی در حمله آمریکا به عراق بازی کرد را به تصویر کشیدند، نامزد گلدن گلوب یا کره طلایی در 6 بخش شده است، بیشترین در میان فیلم‌های امسال. فیلم ستاره‌ای زاده شده است هم بخت اول جایزه در بخش بهترین اثر درام سال است و دو هنرپیشه اصلیش برادلی کوپر و خواننده معروف لیدی گاگا هم در بخش‌های بهترین نقش اول زن و مرد از رقبای اصلی هستند. همزمان رازمن پایک بازیگر فیلم یک جنگ خصوصی از بخت‌های جایزه مهم بهترین بازیگر نقش اول زن است. او خود گفت بازی‌های قوی بسیاری امسال در رقابت نزدیک هستند و پیش‌بینی سخت است. امسال فیلم روما از مکزیک رو خیلی دوست دارم. بازی کلر فوی در فیلم نخستین انسان هم عالی بود. امیدوارم ببره. به نامزدهای جایزه امسال نگاه کنید. زنان خیلی قوی ظاهر شدند. آرای اعضای انجمن مطبوعات خارجی هالیوود که کمتر از 100 نفر هستند به صندوق ها ریخته شده و نتایج اون در مراسم گلدن گلوب چند ساعت دیگه مشخص میشه. به تبع اونهایی که دست پر به خانه برن، اون وقت شانس بیشتری برای برنده شدن در مراسم اسکار دارن که در اسفند ماه برگزار میشه. در میان نامزدهایی که امیدوارند امشب موفق شوند و شانسشان را در مراسم اسکار افزایش دهند، 5 کارگردان فیلم‌های خارجی یا غیر انگلیسی زبان هستند که نامزد گلدن گلوب شدند. دوتایشان بخت بهتری دارند. یکی از لبنان که داستان شکایت پسر پناهجوی سوری در فقر از پدر و مادرش است که چرا وقتی نمی توانید حداقل ها را برای فرزندانتان فراهم کنید بچه دار می شود. هر کسی وضعیت این بچه ها رو ببینه حالش بد می شه. اگه حال ما بد نشه انسان نیستیم. ما باید کاری بکنیم براشون. دیگری داستان غم‌ها و دردهای پیش خدمت‌های خانواده‌ای در مکزیک است که بر اساس زندگی کارگردان پرآوازه خود فیلم در دوران نوجوانیش ساخته شده. میخواستم زخم‌های شخصی و خانوادگی خودم را بازگو کنم. دردهایی که شاید در یک جامعه خاص وجود داره، اما به کل جامعه انسانی هم مربوط میشه. فیلم‌هایی که دردهای انسان‌ها را باز می‌گویند و در کنار دیگر آثار در 25 بخش منتظر نتیجه داوری رای دهندگان گلدن گلوب هستند. بهمن کلبوسی، BBC، لس آنجلس. گیاهخواری و وگانیسم در بریتانیا در سالهای اخیر رو به افزایش بوده. نحوه نگهداری و کشتار حیوانات باعث شده خیلی ها از خوردن گوشت و لبنیات چشم پوشی کنند. بعضی هم معتقدند تأمین مواد گوشتی مورد نیاز حالا فراتر از امکانات موجود است. این در حالی است که بریتانیا قوانین سختگیرانه ای در حمایت از حیوانات دارد. جان مگوایر خبرنگار BBC جهانی گزارش می‌دهد.
سال 1945 وقتی خانواده جیمز اسمال این مزرعه را در مندی پیل در جنوب غربی انگلستان خریدند، خوردن گوشت کاری لوکس بود. از آن زمان خیلی چیزها عوض شده. ما علف میکنیم. واضحه که ما آدما نمیتونیم علف بخوریم. دامداری میکنیم. اونا علف رو به پروتئینی تبدیل میکنن که برای ما قابل استفاده باشه. But for those who consume their protein from plants, اما طرفداران پروتئین گیاهی معتقدند تولید گوشت و لبنیات ظالمانه و غیر ضروری است. But James Small said, James Small میگوید استانداردها در بریتانیا از بالاترین هاست. I think we do need to be ما باید بدونیم که مواد غذاییمون از کجا میاد. اگه میخوایم گوشت بخوریم باید بدونیم چطور تولید شده. وقتی که مصرف کننده میخواد محصولات تولید بریتانیا رو بخره باید بدونه که اون محصولات با بهترین استانداردها تو جهان تولید شدن. بریستول از شهرهای پیشرو در غذاهای غیر گوشتی است. آماندا کوک این کافه پرمشتری را 3 سال پیش باز کرد. به عنوان یه وگان نیازی نیست که مواد استفاده شده در غذا رو چک کنین، چون ما بخش خواربار فروشی هم داریم. بنابراین لازم نیست مواد استفاده شده در غذایی که می‌خرید رو چک کنین. همه مشتری‌های اینجا مخالف خوردن گوشت نیستند، اما بسیاری از آنها چرا؟ دوست ندارم گوشت بخورم، بدون اونم به راحتی میتونم زنده بمونم. گوشت خوردن به هم عذاب وجدان میده. نمیخوام در چرخه پرورش دام و مصرف محصولاتش سهمی داشته باشم، چون احساس خیلی بدی بهم میده. نگرانی هایی هم درباره تاثیرهای محیط زیستی آن وجود دارند. نتایج تحقیقاتی که قبل از کریسمس منتشر شد نشان می‌دهد که منشأ حدود 1/4 گازهای گلخانه‌ای مواد غذایی است و بیش از نیمی از آن محصولات حیوانی. در دانشگاه بریستول گروهی از اقتصاددانان کشاورزی مشغول بررسی این فرضیه‌اند که اگر همه گیاه خوار بودند چه می‌شد؟ برای اولین بار در جهان در زمین‌هایی که به طور معمول علف کاشته می‌شد گندم به عمل آوردند، ماده اولیه نان. کشاورزی البته کسب و کار است و هدف تولید پاسخ به تقاضاست. اشتهای بشر هم زیاد است، صرف نظر از آنکه رژیم غذایی چه باشد. جان مگوایر، بی بی سی نیوز، سامرست. برنامه امروز هشتگ شما به کم تحرکی و چاقی در ایران میپردازه. وزارت بهداشت به تازگی گفته بیش از نیمی از بزرگسالان در ایران فعالیت بدنی کافی ندارند و 65% هم دچار چاقی یا اضافه وزن هستند. برای شرکت در برنامه از این راه که الان روی صفحه تلویزیون میبینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید. آدرس ما هست @bbc شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. به این ترتیب به پایان این بخش خبر می رسیم. ممنون که با بی بی سی فارسی هستید.